با پخش فیلم گورستان لاکچری لواسون، خیلی ها اونو باستی هیلز دوم دونستن، جایی که بهونه گزارش میدانی امروز روزنامه جام جم شده. ماجرای گورستان لاکچری لواسون از کنار سروها و بامبوها شروع میشه، جایی که مرز بین قدمت و تازگیه، مرز پول داشتن و نداشتن. فیلم گورستان لاکچری این منطقه ربطی به همه اموات این منطقه نداره، بلکه همه چیز میرسه به خانومی که در 42 سالگی فوت میکنه و بعد مرگش گورستان گلندوک هم متحول میشه. درباره اینکه این مرحوم کیه و چه کسی دوروبر مزارشو به سبک اروپایی و آمریکایی آرایش داده، حرف و حدیث زیاده، ولی نقطه اشتراک همه این حرفا میرسه به مردی که شوهر این زنه، که خارج از ایران زندگی میکنه و مولتی میلیاردره. مزاری که در یه ردیف قبرستان تنهاست، چون مردم میگن شوهرش تا ته ردیفو خریده. یکی از اعضای هیئت امنای گورستان میگه این آقا سالی چند بار که به ایران میاد به عشق همین زنه و میخواد باز هم دنیا رو به پای همسرش بریزه، حتی با ساختن سرویس های بهداشتی مجهز و لوکس. ولی مرد جوونی که دو ردیف پایین‌تر مشغول فاتحه خونی برای برادرشه میگه ما هم برای اینکه ردیف برادرم نونوار بشه پول خرج میکنیم. مثلا همین یتی که باغچه 27 میلیون تومان خرج برداشته. چیه اون بهشت زهرا که آدم وقتی میره اونجا دلش میگیره؟ چند ردیف پایین‌تر اما زن و مردی دور یک گوره بدون سنگ نشستن و میگن قبر مردشون رو قبل از ماجرهای کرونا با 1000 چک و چونه 220 میلیون تومان خریدن، که اگه پارتی نداشتن باید بابتش 400 میلیون میدادن. و حالا هم خوشحالن که گلندوک ردیف‌های زیبا و دلباز داره. برای پرسیدن قیمت قبر در این بخش سراغ واسطه ها میریم. واسطه اول میگه که 1.5 سال که هیچ قبری فروخته نشده، اما واسطه دوم میگه گلندوک هنوز قبر فروشی داره ولی به تعداد محدود، که اگر 2 طبقه باشه قیمتش 500 میلیون و اگر 3 طبقه باشه 700 میلیون تومانه. حالا در گلندوک به جز معمای قبر فروشی معمای دیگه‌ای هم وجود داره، جز این حقیقت که زنده‌های دارا که یک عمر لاکچری زندگی کردن وقتی فوت میکنن باز هم زندگی لاکچری رو ادامه میدن، یه عمر عمودی و حالا تا ابد افقی.